قرار بود یک روزی ما با آقای فرنگ شریف صحبت کنیم که بیمار بودن، دکتر بالا سرشون بود، ولی یک برنامه مخصوص و ویژه براشون اجرا کردیم در همین برنامه خانوادگی بزرگ. حالا ببینیم که آقای بابک بختیاری چه میگویند، چه گذشته، چون بابک لحظاتی او رو تنها نمیگذاشت، همراه او بود و در تمام این شرایط که بیمار بود همواره عشقم در کنار او بود. و این استاد گرانقدر، این واقعا نوازنده فوق‌العاده توانای تار که کمتر راجع به او در این سالا صحبت میشد، ولی خب ما در زمانی که هنرمندان ما زنده هستن تلاش رو سعی میکنیم که راجع بهشون صحبت بکنیم، باشون گفتگو کنیم و نگذاریم مثل بعضی ها که هنرمند وقتی از بین میره میبینید تمام سایت ها، تمام تلویزیون ها هر کم که به اون هنرمند میپردازن. بابا وقتی که زنده هست در قید حیاته و خودش شاهده که شما از اون نام میبرید و تجلیل میکنید و آثارش رو پخش میکنید، بسیار خوشنود میشه. این کار رو باید از این به بعد این گونه انجام بدن رسانه ها. آقای بابک بختیاری، درود بر شما. خدمتون جناب توفیقی، خدمت تمام دستندرکاران تلویزیون فارس، جناب شهرتی و همه هموطنان عزیزم در سرتاسر دنیا. بله جناب توفیقی، با این مقدمه که حضرت عالی فرمودید، وزیر فرماید که از بزم طرب بادگساران همه رفتند، ما با چه نشینیم که یاران همه رفتند. نه کوهکن بی سر و نه مجنوب بوی جنون، سلسله داران همه رفتند. واقعا در این دو سه هفته اخیر به دنبال هم 21 مرداد ماه استاد مجید نجاحی بله به 9 صبح روز پنجشنبه از دنیا رفتند. بله 21 مرداد بله. و بعد استاد محمد حیدری رو به طور ناگهانی از دست دادیم. وقتی خبر خوب به ما رسید وقتا همه جامعه هنر بله خیلی ناراحت شدن در سوی ایشون. و سومی هم در 17 شهریور ما استاد فرهنگ شریف، واقعا نابغه موسیقی ایران. من جب توفیقی در حالا بخش دوم با اجازتون تصمیم داشتم که حالا طبق برنامه‌ریزی که کرده بودیم در مورد استاد مجید نجاحی هم که در حقیقت نوازنده صاحب سبک سنتور بله و واقعا یکی از نوازندگانی که صاحب امضا بود در تاریخ موسیقی ما و در زمان داوود پیرنیا در ابتدای گلها 1334 یک جهانگیر شنگرفی نامی بود که یک مدت خیلی کوتاهی در گلها بود و یک سبک متوسط، اصلا صاحب سبک نبود، نوازنده خوب ولی لحنی بود که از گذشتگان بود. بله دو نفر در زمان داوود پیرنیا به ترتیب در گلها ظهور کردند. یکی در حقیقت استاد رضا ورزنده بود و بعد استاد مجید نجاحی که خب استاد رضا ورزنده از آقای نجاحی هم خیلی بزرگتر بود. بله درست. باید بگم که اون چی که در سبک استاد مجید نجاحی نهفته است تا اون زمان ما اون چی که از نوازندگی سنتور میشنویم بسیار شلوغ هست. استاد مجید نجاحی با توجه باز به حالت که در نوازندگی ویولون و تار وجود داشت، این فشار شست که استاد فرزیدی به من گفتن اولین بار ابراهیم سلمکی این کار رو انجام داد. بله. شاده زنده باشن. بله. ولی استاد مجید نجاحی و استاد فضل الله توکل هر کدوم به حالتهای خودشون با توجه به سبکشون این رو ایجاد کردن. بعد استاد مجید نجاحی دوره دبستان با استاد پرویز یاحقی در دبستان پروانه روی نیمکت میشستن. بله. هم کلاس بودن. بله. اولین نوازنده ارکستر پرویز یاحقی هم آقای مجید نجاحی بودن و اولین کنسرتشون سال 1332 من بوشورش دارم آقای یاحقی. بله. بله. 1332 در تماشاخانه تهران. بله. با حضور مجید نجاحی، فرهنگ شریف، رضا میرفتا و تعداد نوازندگان ویولون که آقای حسین صمدی هم اتفاقا یه عکسی هست ازش من دارم که ایشون هم حضور دارن. درسته. این کنسرت در سال 32 با خوانندگی هوشنگ شوکتی برادر استاد اصغر علی اصغر گرمشیری بله نما به خوانندگی ایشون برگزار شده. بله. که در اون دوره در حقیقت 18 تا 20 سالگی
پرویز یاحقی، مجید نجاحی و فرهنگ شریف، این سه تا هم نواز بودن. و باید خدمتتون بگم رضا میرفتاح هم باشون تنبش میزده. باید خدمتتون بگم که استاد مجید نجاحی یک لحن مشخص و در حقیقت با اینکه یکی از دستان ایشون هم آسیب دیده بوده، اصلا به خدمتتون به حالتهای مضراب، به اصطلاح مضرابی که ایشون میزنه و اون پنبه‌ای که سر مضراب استفاده میکنن و با توجه به ویبره‌هایی که با فشار دستبردی فیلم ایجاد میکنن، تا اون زمان به این حال و هوا و با استفاده از سکوت‌های بجا، یعنی در این دوره من باید بگم به خصوص در سال استاد فرهنگی یاحقی، استاد فرهنگی شریف و استاد مجید نجاحی، هر ستاشون سکوت یک شخصیت خاصی داره. یعنی یه جاهای آقای یاحقی به من میگفتن که سکوت بین دو جمله شخصیت جملات رو مشخص میکنه، یعنی اون سکوت حتی به جمله قبل و جمله بعد شخصیت میده. بله، عرض کنم که آقای بختیاری عزیز لاغت خاصی هم در ساز استاد مجید نجاحی کاملا در کاملا درسته، بلکه من خودم داشتم گوش میکردم، انتخاب کردم در یک برنامه‌ای که اختصاص داده بودم به استاد مجید نجاحی، عرض کنم به اتفاق استاد پرویز یاحقی در برنامه گلها که بانو همیرا هم ترانه‌اش اجرا کرد، هم آواز رو، قسمتی از آواز رو با ساز مجید نجاحی، همین که شما اشاره کردید، آنچنان این لطیف می نوازه، آنچنان صدای این سنتور دلنشینی که اونهای شماره 500 باید باشید. بله به هر حال گفتم که بهار نورسیده باید باشید یا 518 بهار اشرمندی در سباقتی بله. بله فوق العاده است. ولی حالا راجع به آقای مجاهی که صحبت کردیم، ولی راجع به آقای فرهنگ شریف نمیدونم. آقای بابک بختیاری ببخشید این سوال من میکنم، خب شما در ایران خانه موسیقی دارید، عجیبه که شخصیت هایی که در ایران هستن، بسیارشون هم آشنا هستن با سبک استاد فرهنگ شریف و میدونن که فرهنگ شریف چه خدمات ارزنده ای انجام داده، علاوه بر اینکه تمام ردیف ها دستگاه نواخته، حضورش در برنامه های موسیقی رادیو به خصوص، غیر از اینکه تکنوازی های جاودان فراوان داره که اینا در آرشیو رادیو هست، بعد در کنار هنرمندان در برنامه های فرهنگی و ادبی دیگری حضور بسیار چشمگیری داشته. ما این قسمتی که پخش کردیم با آواز آقای ایرج، این رو در برنامه صبح جمعه اجرا کردن که معمولا هر از چندگاهی در اون برنامه حضور پیدا میکرد، به اتفاق خواننده های خوش صدامون، آوازخوان های مشهورمون مثل استاد اکبر گلپایگانی، استاد ایرج، عرض کنم که استاد محمودی خانساری، حتی استاد قوامی. به هر حال این هنرمند ارجمند آقای فرهنگ شریف، من یادم خودم در دانشگاه ایرواین در همین آمریکا، در اون سالهایی که اینجا حضور داشتن، کنسرتی دادن در سالن دانشگاه. نمیدونید چقدر از بینندگان این کنسرتشون، واقعا میگم دختران و پسران جوان دانشجو بودن، و چقدر استاد رو مورد تشویق قرار دادن و چه لذتی بردن از هنرمندی و پنجه های توانای این هنرمند که این سیم های تار چه می کرد این پنجه های شیرین. به هر حال بله فقدان بله. ببینید 6 تا برنامه رو استاد پرویز یاحقی تهیه کنندش بودن. بله اینجا که به من گفتن با کاروان شعر و موسیقی شادی و امید، بله من به خدمت قول و غزل و عزم شاعران تهیه کنندش بودن. بله و در این برنامه ها که یکی دوتش هم با همکاری استاد نواب سفار و زندگیار مهدی سهیلی بوده، بله از تکنوازان دعوت میکردن، من جمله تکنوازی که استاد فرزیدی حقی استفاده میکردن، حالا با آواز آقای ایرج گلپایگانی یا حضرت مینا، بله استاد فرهنگ شریف بودن که همطور که حضرت عالی فرمودید در بسیاری از برنامه های اصطلاح ادبی، بله در حقیقت تفسیر شعر و موسیقی استاد فرهنگ شریف حضور داشتن. یه جمله من بگم، استاد فرهنگ شریف در فن آهنگسازی هم بسیار توانا بودن. بله یک آهنگ برای استاد اکبر گلپایگانی ساختن، گل گریه بله ولی بله با خانوم هایده و خونه خدا چینه‌زار پشیمون شدن و از همه معروف در قسم با کلام لیلا کسرا خانوم هدیه و حتی
برای ترانه برای فیلم های سینمایی هم اون موقع ساختن. بله درسته. بعضی ها اطلاع ندارن. بله دستان بگم جناب توفیقی، هر کدوم از نواخته های استاد فرویزی یا حفیظ، بله. هر کدوم از ساخته های استاد فرویزی یا حفیظ، هر کدوم از نواخته ها و ساخته های استاد فرهنگ شریف در تاریخ موسیقی ما مثل یک ستون تخت جمشید میمونه و تا ابد نامشون پایدار خواهد بود. زبان همه عزیزان یا حقی، شریف، نجاهی، محمد حیدری، همه عزیزان شاد باشه و روانشون پاک. خیلی سپاسگزارم، واقعا همین طور است و هنرمند همیشه زنده است. من این بارها در برنامه خدمت هموطنان ارجمند خودم عرض کردم، این هنرمندان ارجمند ما، این راهگشایان ما، این تاثیرگذاران ما. من یادم یک گفتگویی در مراسم یادبود استاد پرویز یحیی با استاد فرهنگ شریف انجام دادن. ایشون گفتن که همه ما میدونیم که پرویز یحیی در منزل خودش یک استودیو کامل داشت و به اتفاق کارهای فوق‌العاده زیبا دلنشین انجام دادن که به یادگار مانده. خود استاد فرهنگ شریف این موضوع رو مطرح کرده و در خارج هم که بودن، همجور که من خدمت شما و بینندگان ارجمند عرض کردم، خب ترانه چین زلف او رو در اینجا خانم شهرا سرشار اجرا کرده، فوق‌العاده دلنشینه. یک کار زیبایی اینجا بانو هایده اجرا کرد از استاد فرهنگ شریف که آقای محمد حیدری اون رو برای ارکستر تنظیم کرد، شب میخونه، و چه آواز جانانه خوند با تار استاد فرهنگ شریف. و همینان ارجمند به یاد استاد عرض کنم که فرهنگ شریف این گرانمایه موسیقی ما، این واقعا کسی که به این ساز بسیار بسیار دلنشین ایرانی یک لباس فاخر پوشون، وقتی فرهنگ این تار رو در آغوش میگیره و شروع نواختن میکرد، براسی اون وقار، اون فخر رو آدم میدید. اینی که من کردم یک لباس فاخر به تنش کرده بود، واقعا یک واقعیتیه. سپاسگزارم آقای بابک بختیاری. Thank you.
Oh!
خدا شکیبایی دیگر صورت نبندد اهل معنی را همان بهتر که از اول بیدل از خوبان نظر بندد یا بله. شکوه موسیقی ایران در دستان فرهنگ شریف بود، یعنی من باید بگم در تاریخی که حالا مرحوم استاد روح الله خالقی تدوین کرده به نام سرگذشت موسیقی ایران، بله، جلو که میان تأسیس رادیو در حقیقت حالا ظهور خاندان هنر از دکتر خان فراخانی فرزندانش آقا میرزا حسین قلی میرزا عبدالله تا
تا حاجی اکبر خان شهنازی و عبدالحسین خان هر کدوم راه و روشی داشتن، اما استاد سرهنگ شریف، استاد لطف‌الله مجد و استاد جلیل شهناز هر کدوم سه سبک مشخص و شاخص داشتن که استاد سرهنگ شریف به نظر من زیبایی و شکوه موسیقی ایران در نوازندگی تار بود، یعنی ظرافت و لطافت رو به جایی در نوازندگی رسونده بود که به نظر من شاید سالها باید بگذره تا ما شاهد فرهنگ شریف دیگه باشیم. ابداع کوچهای مخصوص، بله، دوبله هایی که استفاده میکرد، ببینید نوازندگان دیگه هم بودن از این استفاده، این حالت استفاده میکردن، کوچهای خاصی داشتن، نوت ها و مزراب های به اصطلاح دراب ریز چپ و راست ها، اما اصلا نشست انگشتان استاد فرهنگ شریف بر روی دسته تار، بر روی پرده های تار و نوع به اصطلاح مزراب زدن و به اصطلاح باید بگم که ارتباط این مزراب ها اینقدر عارفانه و لطافتانه هست، اینقدر ظریف هست که واقعا من فکر نمی کنم در هیچ نوازنده تار دیگه ما این رو دیده باشیم. چرا که شما زمانی که بداهه نوازی های فرهنگ شریف رو چه در گل ها میشنیدید، چه به صورت برامان که در تک نوازان داشته، بله، چه تک نوازی های ساعتی که بعد از داشت، چه اونهایی که تنها با یک تنبک هست، چه اونهایی که به همراهی استاد پرویز یا حقی سعدی موسیقی ایران به بقیه اساتید هست، فضایی که حالا ایجاد میکنه استاد فرهنگ شریف یک طرف قضیه است، نوع به اصطلاح ملاحت و لطافت و صدایی که اصلا از ساز تار در میاره با همه متفاوته و بسیار بسیار شفاف. یعنی من فکر نمی کنم واقعا در تاریخ موسیقی ایران ما نوازنده تاری رو داشته باشیم که صدادهی اون سونالیتی سازش به شفافیت، روشنی و واقعا درخشانی استاد فرهنگ شریف باشه. من با اجازتون نکته رو خدمتون بگم جناب توفیقی. خواهش می‌کنم. سال تابستان 1390، بله، استاد فرهنگ شریف تلفنی به من کردن. بله بله. بعد دستور فرمودن که من خدمتشون برسم. خب بنده هم حسب الامر استاد اطاعت کردم، رفتم خدمتشون، مجموعه DVD دیدم، تمام خود حضرت عالی مستحضر هستید، تمام اسطوره های مسلم در دنیا، اون سیر طبیعی زندگیشون که خب کارهای انجام میدن بماند، یک یادگاری به خصوص از خودشون به جا میذارن. رفتم خدمتشون، دیدم یک سری DVD به اصطلاح رو نیز خزیدکشو گذاشتن، به من گفتن که موقعی این که بزن تلفن کردن به من گفتن بابا اگه داری میدی یا رونت هم با خود بیار. من گفتم چشم. این به اصطلاح DVD رو که گذاشتن به من گفتن من 12 مقام موسیقی ایران رو به صورت تصویری یه چند سال پیش ضبط کردم که از شور لا آواز میشه تا انتها میره و به اصطلاح فینال قضیه مرکب نوازی هست که تمام اون ریزکاری ها و حالت ها رو به صورت تصویری نمایش دادن که برای نسل جوان به یادگار بمونه. تاشون رو کوک کردن، یک به اصطلاح گوشه از شور رو اجرا کردم، بنده هم دستو فرمودم بیرون هم باشون کوک کردم، همون رو اجرا کردم. بعد به من گفتن که این DVD ها رو خوب خوب ببین، گوش بده و لمس بکن، باید یک جزوه و کتابچه‌ای برای این بنویسی مدون که به اصطلاح در شأن این 12 مقام باشه و این منتشر بشه. هیچ عجله‌ای هم نیست، هر وقت به سرانجام رسید به من بگو. من وقتی اومدم منزل یک نمونه از این رو با حوصله نشستم دیدم، باز بیادونم رو کوک کردم، باهاش شروع کردم به زدن، دیدم یک طرف قضیه اصالت ها، سنت ها و در حقیقت اون ریشه ها و پایه های موسیقی اصیل ایرانی است و یک طرف دیگه اون مشاعره عشق بازی ها و احساس ناب استاد فرهنگ شریف است که مثل یک غزل سرا این سرایه. تماس گرفتم خدمتشون، گفتم جناب استاد من این رو به طور عمیقا الان چند دفعه نگاه کردم،
این مجموعه مجموعه نیست که با یک روز و یک ساعت و یک هفته و یک ماه و حتی یک سال تموم بشه، چون بسیار گسترده است، بسیار عمیقه و در حقیقت به یک پژوهش بسیار وسیع احتیاج داره. استاد فرهنگ شریف ما فرمودن که عجله نداریم، هیچ عجله نداریم. هر وقت احساس کردی که به اصطلاح اون آن واقعی ایجاد شده، شروع کن به نوشتن. با هم خب در تماس هم هستیم تا به جایی برسه که انشالله بتونیم این مجموعه رو منتشر کنیم. من به نسل جوان این مژده رو بدم که این یادگاری بسیار بسیار ارزشمند استاد فرهنگ شریف باقی مونده که درش اون ریزه کاری ها و در حقیقت حالت های منحصر به فرد استاد نهفته است. انشالله امیدوارم به زودی هر چه زودتر، یعنی واقعا حالا خب یک چارچوب خاصی هم داره، منتشر بشه و نسل جوانی که به سبک استاد فرهنگ شریف علاقه دارن قطعا براشون راهگشا هست. و فکر میکنم حدود شاید 30 سال باید بگذره جناب توفیقی تا بشه در موردش بحث کرد، نقد کرد و این رو شکافت تا در حقیقت پی برده بشه، باز بشه برای نسل‌های بعدی که استاد فرهنگ شریف گذشته از اون تکنوازی های به صورت عادی و حالا روزمره یا سالانه که انجام می دادن، تکنوازی ها که در گلها یا در حقیقت در رادیو بوده، یادگاری از خودشون باقی گذاشتن که بسیار بسیار منحصر به فرد هست. و حتی باورتون نمیشه، من بارها این رو دستگاه استاد پرویز یاحقی دیده بودم، دستگاه استاد فرهنگ شریف هم دیده بودم. در بعضی از برنامه های گلها که باقی مونده، زمانی که من دارم آواز رو گوش میدم، حالا این آواز رو هر کسی خونده فرقی نمیکنه، محمودی خونساری، اکبر گلتایی، دانی حسین خواجه امیری، ایرج، در جاهایی من میبینم خواننده چنان تحت تاثیر ساز حالا یا استاد فرهنگ یا حقیق یا استاد فرهنگ شریف قرار میگیره که انگار خواننده داره جواب ساز رو میده به جایی ساز در جواب خواننده رو بده. اینقدر قدرت حالا بداهه نوازی و قدرت جواب آواز استاد فرهنگ شریف قوی بود، بداهه همون لحظه که اینها ضبط می‌کردن، خواننده از اون ملودی ها جواب ها و در حقیقت تحریر ها و حالات و ویبراسیون هایی که استاد فرهنگ شریف حالا طولی و عرضی که به اصطلاح ریشه و پایش حالا به ویولون هم برمیگرده، توی سالیان معاشرت که با نوازندگان ویولون داشتن، نیم جمله پردیدی یا حقی، خواننده چنان تحت تاثیر قرار میگیره که انگار در حقیقت خواننده داره جواب ساز رو میده و همون حالات رو سعی میکنه تو امان باشه پیاده بکنه. این بالاترین قدرت جوابدهی آواز در تاریخ موسیقی ایران هست. بله. من فیلمی رو چند روز پیش ندیده بودم، باورتون نمیشه، یعنی دهه‌ای فکر میکنم 70 باید باشه، استاد فرهنگ شریف در آلمان کنسرتی رو داده بودن، بعد مصاحبه‌ای با ایشون شده بود. نگرش یک اسطوره رو میخوام خدمتتون بگم. ایشون فرموده بودن که من به نسل جوان دارم اینجا هشدار میدم، دارم در حقیقت اشاره میکنم با توجه به این فاصله 20 ساله‌ای که بین موسیقی گلها در حقیقت پخش نشدن موسیقی ناب ایرانی ایجاد شده، این باعث رکود میشه و نسل جوان از لحاظ فرهنگی و موسیقی ضربه میخوره و ما امروز نتیجهشو داریم میبینیم. یعنی نگرش یک صاحب مکتب، نگرش یک اسطوره در تاریخ موسیقی ما نه تنها در نوازندگی هست، نه تنها در آهنگسازی هست، بلکه از لحاظ روانشناسی هم فرهنگ شریف روانشناس موسیقی بود. یعنی جامعه خودش رو کاملا حس میکرد. شما نواخته های دهه 30 و 40 فرهنگ شریف رو ببینید، نواخته های اخیر ایشون رو هم ببینید. در بخشی استاد فرهنگ شریف اون به اصطلاح اون حال و زیبایی و واقعا شفافیت و لطافت رو داره، در یک جا میبینیم که کاملا به تکنیک تکیه میکنه. یعنی اینجا از لحاظ فن موسیقی داره به حفظ اشاعه‌ها، کسانی که در سالهای اخیر نوازندگان گلها رو متاسفانه در بخش نقد میکردن داره هشدار میده. من قطعات بسیار بسیار منحصر به فرد رو از استاد فرهنگ شریف بارها دیده بودم در عبد لطافت، ظرافت، قدرت
قطعات دخترک جولیده بندباز در نهایت اصالت اینها رو استاد فرهنگ شریف اجرا میکرد. شما قطعه سلام صبحگاهی که استاد حسن کسایی در حقیقت ساخته، این اثر با تار استاد فرهنگ شریف به شهرت رسید. بله یادم، عرض کنم که آقای بختیاری خیلی سپاسگزارم. بله عرض کنم که به هر حال اونهایی که اهل موسیقی هستن، به خصوص نسل جوانی که دارن تلمذ میکنن، بچه هایی که در هنرستان موسیقی دارن درس میکنن، خب اونا واقعا در میابن که چه خدمت ارزنده ای استاد فرهنگ شریف کرده هم که شما اشاره کردید، اینها رو گذاشته برای مطالعه این نسل شیفته موسیقی خودمون، به خصوص این ساز تار که یه قدمت تاریخی داره همچه شما اشاره کردید. ما نوازندگان تار انگوش شمار داشتیم که واقعا شما گفتید اینها شخصیت هایی بودن که هرگز فراموش نمیشون. ولی طبق گفته های شما، حالا ما میخواییم برگردیم به اون سالها. عرض کنم که قطعه عرض کنم در برنامه صبح جمعه استاد فرهنگ شریف به اتفاق آقای ایرج، آقای ایرج توضیح میدن که چی میخوان بخونن با همراهی ساز استاد فرهنگ شریف. برای اینکه برگردیم به اون سالها و ببینید که با چه استادی عرض کنم که آقای فرهنگ شریف یا استاد فرهنگ شریف همراهی میکنه این آوازخوان رو، آقای ایرج رو. این قطعه رو با هم بشنویم، برگردیم دنبال کنیم برنامه‌مون. خواهش میکنم شما هم گوش کنید، میذارم رو هولد شما رو. خواهش میکنم، فرمان شما. آشورتی، بله گوش میکنیم. همیانان ارجمند، ساز استاد فرهنگ شریف، آواز ایرج عزیزمون، ایرج هنرمند خوش صدا، عرض کنم که در اون سالها این اجرا کرده بودن در برنامه صبح جمعه. آقا ایرج توضیح کوتاهی میده همه جان، اونم ببینیم. بنده با اجازه حضار محترم چند بیت در مایه منصوری به همراهی تار آقای فرهنگ شریف و ضرب آقای بیداریان میخونم.
شنیدید آوای ایرج و ساز استاد فرهنگ شریف، این نوازنده توانا. چقدر واقعا صدایی که از ساز این استاد در میاد همینان ارجمند گوش نواز لطیفه و چقدر استادانه می نوازه. خب آقای بختیار شما هم شنیدید دیگه؟ بله 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 جناب توفیقی، من چند نکته رو خیلی سریع بگم. بله. یکی این که در چهار مرزاق واقعا شکست این زرق ضد زرق بینندگان عزیز دیدم.
بله. نکته بعدی سلیقه زن. بله. ببینید جناب توفیقی، من بارها خب در منظر استاد پرویز یا حقی وقتی اینها ضبط میکردن، بله، یک وسواسی در ضبط داشتن. استاد فرهنگی شریف هم در بین نوازندگان تا اینطوری بودن، یعنی اون چنه در حقیقت به اصطلاح خودشون با میکروفون زمانی که رو صدای زیر میومدن فاصله کمتر بود، رو بم فاصله بیشتر بود، حتی نسبت به چرخش خود میکروفون با یک وسواس خاصی. ما در بین نوازندگان تار هیچ نوازنده ای رو نداریم مثل استاد فرهنگی شریف یه همچین وسواس منحصری داشته باشه. الان اتفاقا یک کتابی دوست عزیزم آقای میرشاد متین‌فر پژوهشگر توانا عنوان داستان بی‌پایان در مورد استاد فرهنگی شریف تدوین کردن که داره چاپ میشه، با تمام اساتید همایون خرم، عزم به خدمت استاد تجویدی، با همه اینا مصاحبه کردن. بله. تمام نوازندگانی که با استاد فرهنگی شریف هم نواز بودن و با هم کار کردن همه این نکته واقع هستن که ایشون یک واقعا سلیقه و وسواس خاصی در نوع صدادهی از اون مستری که در انتها به دستشون میرسید داشتن. به خاطر همین ما 90% آثاری که استاد فرهنگی شریف امروز ضبط شده میبینیم همه از کیفیت بسیار بسیار بالایی برخوردار هست. No
بهتر از زهد فروشی که در او روی ریا Oh,